سلام دوستان عزیزم، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میزه گرد ما در خدمتتون هستم. امروز 22 روز ماه دسامبر و به 22 ولاگمس ما خوش اومدید. با اجازه شیرازی های عزیزم امروز میخوام کلم پلوی شیرازی درست کنم، انشالله که مورد پسندتون قرار بگیره. ولی قبل از اینکه بریم آشپزخونه، یه چای گرم و ناب و عالی همراه هم مینوشیم و یه سری از اسامی عزیزانو من اینجا اعلام میکنم که خیلی به ما لطف دارن و این برنامه رو نگاه میکنن. آقای آریان سجادفر از منچستر دانشجوی پزشکی هستن، گفتن همیشه صدای گرم و مادرانه شما هنگام چای خوردن را گوش میدم، خوشحال میشم که اعلام بکنید. مرسی آریان عزیز، انشالله که موفق باشین و هر جایی که هستین صحیح و سالم باشین و خداوند پدر و مادر شما رو حفظ کنه. زهرا مهرآبادی عزیز که همشهری خودم هستن ولی ساکن هامبورگ هستن، هامبورگ آلمان، و خیلی به این برنامه علاقه دارن. مرسی زهرا جون. خانم مریم زارعی نازنین از استرالیا بیننده پروپا قرص ما هستن. پروانه عزیز از مونیخ آلمان برنامه ما را تماشا میکنن و همینطور مریم محمدزاده عزیز آدرس دادن از فینچلی سنترال، من میتونم زبون تازه بگیرم. مرسی مریم جون، این کارو کردم. و خانم لاوین نازنین از خوزستان این برنامه رو دنبال میکنن و همینطور امیر حسین عزیزمون که 16 سالشه از گرجستان از شهر تفلیس برنامه ما رو دنبال میکنه، فریده عزیز از مونترال کانادا و سینا چلکخانی از نظام آباد، سانای صدیقی عزیز از روسیه این برنامه رو تماشا میکنن و همینطور عطیه نازنین از مشهد و میتیک، ببخشید من نمیتونم خوب تلفظ بکنم، از اورنج کانتی کالیفرنیا. من در اورنج کانتی خیلی فامیل دارم. خانم نازنین گل محمدی گفتن که اگه یه برنامه اختصاص بدید به تزیین درخت کریسمس. در ولاگ پرجنبانی ساینا جون فیلم گذاشته، میتونید تماشا بکنید. حالا با هم یه چای مینوشیم. بح 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 بح. احساس میکنم که اومدم همه جای دنیا توی خونه های زیبای شما، خونه های گرم و پر از عشق، و در کنارتون این چای رو مینوشم. بح 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 بح. همراه من باشید، میریم آشپزخونه تا کلم پلوی شیرازی خوشمزدمونو با کلم قمری یا کلم سنگ با اون درست میکنیم. همراه من باشید. بح بح بح. خب من میخوام کلم پلو درست بکنم، کلم پلو با کلم قمری. با این کلم ها ماهیتاب همونو میذاریم. من توی ماهیتاب روغن ریختم، حالا سیر و پیاز و دو تا پیاز بزرگ و من مولینکسش کردم به این که اینا رو میریزم. این پیاز آماده است. سیر و پیاز مخلوطه، 3 حبه سیر، 2 عدد پیاز بزرگ. حالا زردچوبمون رو بهش اضافه میکنیم،
یه همش میزنیم. اونو که اینجا شستم و خوردش کردم بهش اضافه میکنم یک کیلو گوشت، دو عدد کلم قمری که پوست گرفتم باید نگینی خوردش بکنم. یک عدد استخونم واسه طعمش من انداختم پیش. گوشت رو یه سرتب میدم. فلفل سیاهی که بهش اضافه میکنم. من 3 تا دونه چوب دارچین بهش اضافه میکنم. همش میزنم که کاملا سرخ بشم. کلمه‌مون رو نگینی خرد میکنم. کلمه‌مون رو نگینی خرد میکنم. آشپزی رو هم باید سریع انجام بدین، هم با سلیقه، هم خیلی سخت نگیرین که برید سالی یه مرتبه درست بکنید. یکم سریع‌تر، حالا اشکالی نداره، درسته کلمه‌ها نگینی خرد بشن، حالا یه ذره این بر اون بر رفتن اشکالی نداره که شما بخواین برین تا دفعه دیگه بخواین درست بکنید تا یادتون بیاد چقدر سخته. نه، خردش بکنید نگینی، حالا یک کمی درشت‌تر هم شو چه اشکالی نداره. اگه زود درست بکنید غذاهاتون رو خیلی بهتر از اینی که بخواید سالی یه مرتبه درست بکنید ولی بخواید قالبی باشه. اصلا زیاد شکلش به اون شکل که حتما باید 4 گوشه میلیمتری باشه نه، همین که شما خردش کردید به این شکل. به این شکل کلمه رو خرد کردیم، ببینید نگینی خردشون کردیم. خب این گوشتمون داره سرتق میخوره، چون گوشتای انگلیس خیلی زود میپزه، ما کلمم الان همین تو یه سرتق بهش میدیم. کلمشو بهش اضافه میکنم. دیگه یه سرتفت میخورم. من هم زیره درسته دارم و هم پودر زیره، از پودر زیره استفاده میکنم. یه قاشق مرباخوری پودر زیره می‌ریزم. همش می‌زنم. خب این دیگه حسابی سرتفت خورد.
حالا زعفرونش رو بهش اضافه میکنم. گوشتای لندن خیلی زود میپزن. شما اگر جایی هستید که گوشتاش دیر پزه، لطفاً گوشتتون رو جدا بپزید اگر گوشتاتون دیر پزه. اینا گوشت گوسفنده و گوشت بیبی لم خیلی سریع میپزه. حالا نمکش رو اضافه میکنم. و دو تا کاپ آب بهش اضافه میکنم. آبش هم اضافه کردیم، درشو میذارم تا بپزه و آب برنجمون رو میذارم. خب حالا از کلم پلومون یه خبر میگیریم، از کلمامون، از گوشتمون و کلممون یه خبر میگیریم. در حال پختنم. چوب دارچین رو درسته انداختم که فقط عطر و طعمش بره داخل غذا و درش بیارم. آب برنجمون جوش اومده، برنجو میریزم. نصف لیمو داخلش فشار میدم. نمک بهش میزنم. روغن بهش اضافه میکنم. یه همش میزنم. و درشو میذارم. از گوشتا و کلمام یه خبر میگیریم. به به به. برنجمون رو ببینید. به 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 به، عجب برنجی. قد برنج رو ببینید. این برنج، برنج کامرانه. خیلی ها اسمشو از من میپرسید، برنج کامران. ببخشید من نمیتونم توی همه کامنت ها بنویسم. برنج، برنج کامران. عالیه برنجش. برنجمون آماده است. به به، چه برنجی. من که خیلی ازش راضیم.
فوق‌العاده عالی. چه برنجی. اینم از تعدی که نون که گذاشتیم، کف قابلمه یه مقدار روغن ریختم و بعد نونو اضافه کردم. سیمونو به برنجمون اضافه کردم، مخلوط کردم. چوبای دارچینو جدا میکنم. خب این گوشتمون آماده است. حالا برنجمونو میریزم داخل قابلمه. یک کفگیر سبزی پلو و از این کلمامون و گوشتام. دوباره سبزی پلوم. و گوشت و کلم. حالا دوباره لایه بعد رو میریزم. این هم از دمکنمون میذاریم و زیرش رو شعله پخش کنم گذاشتم. کمش میکنم تا دم بکشه. اول یکم زیاد میکنم و کمش میکنم تا دم بکشه. کلم پلو با کلم قمری خوشمزه. از این کلم پلو. به به به. از این کلم پلو بریم ببینیم چی میگم. خب به به از این کلم پلوی زیبا. بله دست شما درد نکنه، خسته نباشین. مرسی. امروز اصلا من خیلی هم بی حال بودم، نتونستم هیچ گونه کمکی به شما بکنم. البته آشپزی که خود شما میکنی، ولی در کل به هر صورت ممنون. حالا ببینیم چی شده. اول من مرسی. به 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 از این کلم پلو. واقعا که فوق‌العاده است. کلم پلو جای همه تون خالی با کلم قمری. بله از یه خوشمزه. بس بس خیلی خوش عطر و مزه است. بسیار خوشمزه. بس 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 واقعا خوشمزه و لذیذ. دست شما درد نکنه. نوش جون. من یه مرتبه یاد خاطره افتادم. سال 57 من و
مرحوم برادرم که تازه فوت کرده، اون موقع دانشجوی دانشگاه کشاورزی بود، یه دوست داشتن شیراز، بعد رفتیم شیراز برای مدت کوتاه 3-4 روزه. خلاصه مهمون یکی از خانواده های محترم شیراز بودیم. من اون موقع یادمه همیشه عادت داشتم، شما یادتونه که من برنج رو بایستی با تمام غذاهام بایستی نون میخوردم حتما. بعد از اینکه نشستیم سر سفره، اتفاقا کلم پلو هم یکی از غذاهاشون بود، بعد من گفتم که به خیلی سفره بزرگی رو کشیدم تو مثلا این پذیرایی، برای مثلا ما 3 نفر بودیم، 3-4 تا خودشون 6 نفر، یه سفره برای اندازه 20 نفر گذاشته بودن، غذا دیس خیلی زیاد. بس که مهمون نوازم خیلی. بعد من برای یه نفرم ایستاده بود که به شما کمک کنه. آره تازه من اون آقای رو صدا کردم گفتم ببخشید یکم نون به من میدی. بعد صابخونه پدر به اصطلاح دوست فرشید اون آقا رو صدا کرد، طرف بهش گفت مثلا نون خواستن، رفت یه دونه دیس بزرگ برنج دوباره کشید دوباره گذاشت این طرف. من دوباره یه دقیقه گذشت دوباره طرف رو صدا کردم گفتم آها یکم نون به من میدی. بعد دوباره رفت یه دیس دیگه هم کشیدم این طرف. بعد حالا شما در نظر بگی برای 6 نفر چقدر غذا درست کرده بودن که اون همه چی دیدن، بعد تازه من گفتم بازم آوردم دیس دیس. بعد گفتم که ببخشین من نون میخوام. بعد اون آقای مثلا به سن الان من بود گفتش که آقا مگه غذا کمه؟ شما هر چقدر بیل کنین غذا هست. گفتم آقا من درسته مثلا اون موقع هم ورزش خیلی ورزش میکردم، من غذا میخورم ولی 1/3 یکی از این دیسا رو حد اکثر، ولی من با غذا نون میخورم. گفت خونه ما نه. آره خب اون موقع ها فکر میکردن که اگه شما نون میخواین سر سفره حتما غذا کمه. و شیرازی ها که بی نهایت مهمون نواز و خوش دست پنجه و عالی. این کلم پلوی ما آره این خیلی خیلی مهربونن، خیلی مهمون نوازن، خیلی خوش دست پنجه هن. واقعا از مهر و وفا و خوبی تک به سلامتی تمام شیرازی ها پرچمشون بالا که چه کلم پلوی. به خاطر مهربونی، صفا و یک رنگیشون. و اینکه من آخرین بار که شیراز بودم 3-4 سال پیش بود، به خاطر فوت پدر شوهر خواهر مرزی جون من رفته بودم. بعد من مهمون یکی از دوستای این کسی که اینجا برای من قبلا کار میکردن، ایشون چقدر ببینین این خودش اینجا بود، به خانومش تلفن کرد گفتش که فلانی میاد شیراز. بعد من گفتم میخوام برم هتل، اینا اومدن فرودگاه دنبال من، به زور خانومش و مادر خانومش و برادر خانومش و پدر خانومش و با جناقش همه اومده بودن که من نمیشناختم. بس که با محبتم، بس که مهربونم. اصلا هر کاری من میکردم گفتن نه هتل امکان نداره. خدا را شاهد میگیرم من 4 روز شیراز بودم، 4 روز شیراز بودم. اصلا قرار بود یه روز بمونیم ولی نمیذاشتن. اصلا از همین جا بهشون سلام میکنم، امیدوارم که هر کجا هستن قدم به چشم ما بذارن، قدمشون که هر موقع تش بیارن روی قلب منه. در هر صورت من از غذای شما خیلی خیلی ممنون و با اجازه شیرازی ها من این کلم پلو رو پختم، عاشقتونیم. بسیار خوشمزه، دست شما درد نکنه، شما خیلی 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 خوشمزه درست کردین، عالی. بله از آخرین باری هم که درست کرده بودین خوشمزه تر شده. مرسی، خیلی خوشتم و خوشمزه شده. شما هم که شیرازی ها که خودشون استادن، شما هم که شیرازی نیستین یا دور از وطن هستین، جوونا دانشجوها میتونید با این دستور درست بکنید، طبق این روشی که من درست کردم درست بکنید، باور کنید خوشمزه میشه. واقعا خیلی خوش عطر و مزهش خیلی خوبه. خیلی خوش عطر و خوشمزه است. فقط من دارچینش رو به صورت چوب دارچین انداختم که بعدا جدا کنم، ولی زیره رو پودر زیره ریختم.
و فوق‌العاده خوشمزه شده، جای همه شما عزیزان خالی. از دور میبوسیمتون، خیلی خیلی ممنون از اینکه ما رو این به این صورت پشتیبانی میکنین، تشویق میکنین. حتما از اگر سوالی پیامی چیزی بود حتما بفرستین، تا اونجا که در توان داریم در خدمت شما هستیم. و اگر این برنامه و ما رو دوست دارین به دوستاتون هم ما رو سفارش کنین. از دور میبوسیمتون و اگر از این برنامه هم خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب کنید. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار. خیلی خوشمزه شده.